سلام ایرانیان، امروز میخوام در مورد ماجرای مقتدی صدر با شما صحبت کنم، روحانی که فرزند مجتهد محمد صدر، سید آیت الله سید محمد صدر، که توسط صدام به شهادت رسید و نوه آیت الله محمد صادق صدر. این یه آدم ناراحتی بود از اول، و پس از اینکه آمریکایی‌ها صدام رو سرنگون کردن، اولین جنایتی که مقتدی صدر انجام داد قتل سید عبدالمجید خویی بود، فرزند آیت الله خویی از مراجع تقلید عراق، اونم درب خونش توسط یاران مقتدی صدر. و علاوه سنم، من و مقتدی صدر تقریبا همسنی، متولد 1374. این اون زمان یه ارتشی درست کرده بود به اسم جیش المهدی، کار نظامی میکرد بر علیه آمریکاییان و بر علیه دولت نوری مالکی، دولت قانونی عراق، که حتی نیروهای نوری مالکی محاصرش هم کرده بودن، به ایران پناه آورد و ایران هم ازش کاملا پذیرایی کرد و حتی با رهبری هم دیدار داشتن. گفتم بابا برو تو حوزه درستو بخون، تو هم لحاظ فقهی جایگاهت ارتقا بدی، و بالاخره سری امکانات براش فراهم کردن. ولی از اونجایی که عراق کشور فتنه هاست، کشور بی‌معرفت هاست، مسعود بارزانی هم اومد ایران، چند سال مهمان مردم کرج بود، بعد حرامزاده رفت به جایی که قدان میزبانی مردم باشه، بدگویی مردم کرج رو کرد. این هم همینطوره. بعد از ترور دلاور ما و اومدن مصطفی کاظمی نخست وزیر هیبرید عراق، آدم بسیار شیاد و کلاشیه، و برخی خبرها میگن که اونم در پرونده شهادت سردار ما و شهید ابو مهدی مهندس هم نقش داشته. خب این برمیگرده عراق و خودشو با بعثی ها، جوکرا، کمونیستای عراق نزدیک میکنه، و شعارش هم به قول معروف عراق مستقل، ولی کار با آمریکایی‌ها نداره، کار با ترکیه نداره، که تو منطقه بعشیقه و جای دیگه حضور پیدا کرده. همین چند روز پیش یه مرکز تفریحی دهوک زد و چند ده نفر از مردم بیگناه عراق که واسه تفریح رفته بودن به خاک خون کشیده بود. مشکلش با ایرانه دوستان عزیز. و جالب، امروز توییت آقای نجاح محمد علی، این عراقی با شرف، هم طعنه خوبی بهش زده بود که این همیشه میگه ما عراقی، این خودش اصالتش اصفهانیه، مقتدی صدر. در هر صورت مقتدی صدر بعد انتخابات و که با تقلب و اون دستگاهایی که با کمک اماراتی ها، آمریکایی ها، یه 72 کرسی هم به دست آورد و هرچی خواست که اون چارچوب هماهنگی و ائتلاف شیعی کنار بذاره، که قدرتمندترین حزبش هم همین حزب قانون نوری مالکیه، موفق نشد و چارچوب هماهنگی هم کاملا متحد عمل کرد. و مقتدی صدر آدم دمدمی مزاجیه دوستان عزیز. یه دفعه گفت که باید نمایندگان از پارلمان بکشن کنار. حتی تقریبا یه ماه پیش بود در یک سخنرانی حالا صحبت میکرد در جمع طرفدارانش، بعد حالا همهمه تو هر جمعیتی همهمه هم هست، بعد داد زد که من به زور اومدم، من دوست نداشتم بیام پیشتون. یعنی همچین اخلاقی داره دوستان، دمدمی مزاج و بسیار عصبی. آمریکا یا همون زمان به این نتیجه رسیده بود علاوه بر شخصیت شناسی، در بیت شیعه، در جناح شیعه در عراق، رو تنها کسی که میتونن حساب کنن مقتدی صدر. یعنی دقیقا آدم بیاد ابراهیم ابن مالک میفت که وضو گرفت با مختار بیعت کرد، اما بعد در دوگانه با مصعب بیعت کنم یا با عبدالملک ابن مروان که بعد با مصعب بیعت کرد، مختار رو تنها گذاشت. اصلا عراق، عرض کردم، سرزمین فتنه ها، سرزمین نامردمی ها، به ائمه ما رحم نکردن. در هر صورت
اگر یادتون باشه مقتدا صدر سفری هم به سعودی داشتن چند سال پیش و بیشتر از 60 تا توی تا دو کابینه به قول معروف های لوکس گران قیمت هم سعودی ها بهش دادن و کلی بهش پول هم دادن که البته اونم خودش داستانیه. این پولا تو چمدونا گذاشته بودن، بعد اون میگفت به من پول نداد، اینا عود بودنه. چقدر عود سعودی ها بهش دادن بماند. در هر صورت امروز اتفاق بزرگی افتاد. آیت الله حائری که اینا شاگرد سید محمد صدر بود، بعد صدری بود، این وقتی میگیم نفوذ گفتمانی ایران، اسلام و تشیع بالهای ایرانن، همینه که آیت الله حائری امروز اطلاعیه زد و اعلام کرد که من حالا به خاطر بیماری کولت سن دیگه نمیتونم مرجع باشم، مشتد باشم، و همه رو اونایی که مقلدشن از آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران تقلید کنن. و به مقتدا صدر هم گفت که همین که فرزند نمیدونم دو شهید باشی، پدرت و پدر بزرگت، کافی نیست. اختلاف افکنی در بیت شیعه رو که توسط مقتدا صدر صورت میگیره رو محکوم کرد. و اینکه چون بسیار در صدریا به خصوص اون جناح مذهبیشون به شدت طرفدار آیت الله حائری هن، اصلا خود مقتدا صدر هم مقلد آیت الله حائریه، و اینه که بعد طوری آچمز قرار گرفتن. اینم عرض کردم آدمیه که خیلی دمدمی مزاج و زود تصمیم میگیره، اعلام کرد که دیگه واسه همیشه از سیاست کنار میگیره. اما طرفداراش دارن تو عراق تو منطقه سبز دارن فتنه انگیزی میکنن. برخی از عکسای دلاوران ما رو هم پایین میکشن که عرض کردم بسیاری از اینایی که خودشون رو طرفدار جریان صدر میدونن، کمونیستای عراق، حزب بعث عراق، جوکرها دارن، شاخهای اموی، اینا دشمنان ایرانن و خودشون رو نزدیک کرده بودن به جریان صدر. یه ملقمه ای بود واسه خودش دوستان عزیز. خب فعلا 8 شبی وارد کار نشده، ولی خب میدونم سردار ما جانشین پیاخو طایفه الان داره کارگردانی میکنه همه چیزو، و این مقتدا صدر باید حذف بشه دوستان عزیز. یعنی حذف هم میشه، چون اگر 8 شبی وارد بشه خب دیگه بغداد قرق میکنه و مصطفی کاظمی هم برعکس دفاعات قبل که با اغماز برخورد میکرد، چون بین مصطفی کاظمی و جریان صدر خود مقتدا صدر رابطه نزدیکی وجود داشت و اجازه میداد بیان اون جلسه ای که قرار بود روز بعد در پارلمان که دولت تشکیل بشه، ائتلاف چارچوب هماهنگی هم کابینه اون کاندید نخست وزیری رو تعیین کرده بود، اینا با اغمازی که نیروهای کاظمی داشتن پارلمان رو تصرف کردن و چادر زدن، یعنی اخلال در روند سیاسی عراق ایجاد کردن. چارچوب هماهنگی هم حقیقتا خیلی ضعیف بود، مثلا هادی العامری یه روز به نل میزد یه روز به میر، یعنی قدرتمند ظاهر نشدن، دولت تشکیل میدادن تا اینقدر این جناح مقتدا صدر به قول معروف نتونه به اهدافش برسه، پر رو نشه. یک گروهی هم داره به اسم سرایای اسلام، این الان سری دیدم تجهیزات نظامی هم آورده، چون اینا شاخه نظامی دارن و این اگر به درگیری نظامی کشیده بشه قطعا 8 شبی وارد بشه، 8 شبی 10 برابر از ارتش عراق قدرتمندتره دوستان عزیز، با نیروهایی که آماده شهادتن. نیروهای ارتش عراق همونا بودن که تو موصل در برابر 2000 داعشی، کمتر از 2000، اونا 60000 نفر بودن نیروهای دولتی، لباسان کردن فرار کردن، ولی 8 شبی نیروهای مخلصی هستن که آماده جان دادن و به شدت هم آمریکا ازشون میترسه. کما اینکه آیت الله حائری امروز کار خوبی کرد، از 8 شبی حمایت کرد و همگان را فرا خواند که از این نیروی بسیج مردمی در عراق حمایت کنه. در اصل عراق به سمت تنش میره، ولی به نظر من مقتدا صدر از جنبه سیاسی فعلا باید فتیله رو بکشه پایین. کسی نمیدونه در عراق چه اتفاقی میفته، عراق سرزمین یک کتارون بازیگران زیادی هستن، ولی یه چیز واسه من جالبه. ببینید دوستان عزیز، عراق، آمریکا 10 تریلیون دلار به قول خودشون تو عراق هزینه کردن، ولی الان توی اتفاقاتی که تو عراق میفته کاملا منفعلن و هیچ جایی واسه بازی ندارن، تمام بازی‌ها در زمین ایرانه.
یعنی اون نیروهای چارچوب هماهنگی خب کاملا در مسیر ایران هشت شعبی، همینطور آیت الله حائریه که به قول معروف بزرگ این جریان صدره، و جریان صدر که منظورم اون طیف مذهبی شوره همه مقلد آیت الله حائری هستند که ما اینکه کنار کشیدن، یعنی در با این اطلاعی که این مرجع تقلید جریان صدر داد و اونا رو به تبعیت از رهبر ایران فراخواند، این باعث شکاف شد. البته مقتدی صدر یه جوابیه چرت و پرتی هم داد، عرض کردم آدم خیلی تندیه، ولی خب این جریان عراق اگر جلوی مقتدی صدر گرفته نشه میشه یه صدامی دیگه، فتنه ها در عراق برقرار میشه. دشمنان عراق، بایدن یه بار چندین بار اعلام کرده بود که عراق باید بشه سه کشور، اسرائیل به شدت به دنبال بالکانیزه کردن منطقه بخصوص عراقه، و تضعیف دولت مرکزی، این تعللی که ائتلاف شیعه دارن انجام میدن، ممکن عراق به سمت بحران پیش ببرن. در صورت مقتدی صدر یک ماریه که باید سر این مارو له کرد واسه آینده عراق. نشون داده آدم بی‌معرفتیه، چشم رو هم نداری، همه ایران جونش نجات داد، امکانات در اختیارش گذاشت، چند سال تو ایران بود، میزبانش بودیم، ولی آخرش دست ما رو گاز گرفت. و عرض کردم این در عراق اپیدمیه، قبلا کسای دیگه هم این دست رو گاز گرفتن، ولی فکر کنم دیگه کنترل از دست جریان صدر و الکاظمی در اومده، و مطمئن باشید نیروهای طرفدار ایران و اون اتاق فکری که در ایران این کارا رو مدیریت میکنه، این جریان مقتدی صدر هم دیگه یک بار برای همیشه تمامش میکنن. عرض کردم به معنای حذف فیزیکی نیست، ولی خب در اتمسفر سیاسی عراق موندن این شخص به معنای تلاطم عراق، چند دستگی، خودش ادعاش میاد که مثلا دولتی تشکیل بشه من بشم بابا خونده این دولت، امر نهی بکنم، پدرخوانده عراق بشم، که توی بیانیه آیت الله حائری هم اومده بود که تو مجتهد نیستی که بخوای به قول معروف، یکی از شانسایی هم که به قول معروف جریان اجتهاد در تشیع داره این که مجتهد بودن هم چیز نیست، وراثتی نیست، مثل آخوندهای زرتشتی که وراثتی موبت میشن، در تشیع این ربطی به وراثت نداره، تو باید بری درس بخونی و راه های زیادی رو طی بکنی تا بشی یک مجتهد، یک مرجع تقلید. و پسر کو دارد نشان از پدر، حالا حکایت از مقتدی صدر و پدر و پدر بزرگش. در صورت ساعات خیلی حساسی رو عراق میگذرونه، خشونت ها بالا رفته، جریان سرایا اسلام، جوکرهای عراق، این آشوبگران عراق تو سال 96 هم تو خیابون بغداد و تحریر بودن، کلی باعث آشوب در عراق شدن، اونا هم با جریان صدر اعلام همبستگی کردن. اگر نیروهای دولتی نتونن کاری بکنن، هشت شبی حتما میتونه این قضیه رو جمع بکنه. حالا باید دید این چارچوب هماهنگی هم باید با سرعت در این آشفته بازار بیاد دولت رو تعیین بکنه. نخست وزیر خب انتخاب شده است، بیاد در جلسه پارلمان نخست وزیر تعیین بشه و تا دولت روار کارش انجام بده، چون این مصطفی الکاظمی که از اون آدمای فاسد، درو، و متاسفانه من از سیاستمداران جمهوری اسلامی یه نقطه ضعف بگم و گله دارم، کسی که پاش در ترور سردار ما گیره، چرا ما باید کردیت بدیم به این شخص؟ مذاکرات ما با عربستان در با وساطت این شخص در عراق صورت بگیره، در بغداد، این به نوعی کردیت دادن به این احمقه. و این انتقاد به دولت آقای رئیسی و امیر عبداللهیان هستش که کسی که در میزان اتهامه و آدم بسیار سالوسی، ارتباط نزدیک با آمریکایی‌ها هم داره، چرا باید رابطه به قول معروف مذاکره ما با عربستان باشه، با حکومت سعودی؟ به نوعی رسمیت دادن به این شخص بوده، وزن دادن به اون بوده که کار درستی نبوده، چون اون پاش گیره. و دلایل محکمی هم هست در مورد مصطفی الکاظمی. قربون تو برم دوستان عزیز، عراق ساعت حساسی رو میگذرونه، ولی نگران نباشید، دلاوری ما داریم که اونجا مسلط بر اوضاع هستن و نیروهای هشت هم که منتظر یک اشاره. گفتم در مورد این موجود
خودبین و پردردسر به نام مقتدی اسد در جناح شیعه در عراق با شما صحبت کنم. سپاس از مهرتان، پیروز باشید.